دست بیاد بالا ماشاءالله یبنا. هر چقدر گرفتاری یبنا ماشاءالله. که یا مولای یا صاحب الزمان صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا قتیل الابرار یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامم که ظلما تو عالم خواب دید بدن زخم آلو در واقعتون حسن گه تکرار شد شب بعد شب بعد می دیدم زخمه و یه پیکر ابی عبدالله داره کمتر میشه. عرضه داشتم محضر مولا آقا جان چطوریه چطور امکان داره؟ فرمودن شیعان ما بگید هر قطره اشکی که شما برا من میریزید مرهمی بروی زخمای بدنم. تا اینکه میگه چند شب گذشت و یه جراحت یه زخم رو قلب سید و شهده همه زخما خوب شده الا همون یه زخم. عرضه داشتم آقا خدای نکردم اگه ما کم گریه کردیم برا شما نکنه کم و کاسی از ماست ما کم گذاشتیم. فرمود نه این یه زخم دیگه هیچ وقت خوب نمیشه. خیلی این زخم انشالله باشیم شب هشتم انشالله دور هم گریه میکنیم. این زخم زخم داغ پسرم علی اکبر عاشق فقط به دیده گریان دلش خوش هجران زده به حال پریشان دلش خوش است. ایو الارواح عشق است هر آنچه را بپسندی برای من دل دادت به قربت و هجران دلش خوش است. ما دلمون به همین پرچم سیاه خوش مولا این دور همیا که میشینیم گریه میکنیم برای شما دل خوشی ما همین آقا جان که با صورت
گرد و غبار آلود برسم کربلا. گفتی به سوز در غم من، ای بروی چشم دل سوخته به لذت درمان، دلش خوشم با فقر محض آمدنم، ای و نقص نیست، غیر دستگاه شما هیچ جای اینطوری نیست حسین جان. تو این دنیا فقط یه جاست، اونم حسینیه اربابمون که نه بالا داره نه پایین داره، هر جا بشینی همه با هم مساوی هم. اینو شما خودت ثابت کردی، سیاه و سفید نمی کنی آقایم. میان تو کربلا دو جا این اتفاق افتاد، و وضع خده و علا خده، یکیش که بماند انشاءالله شبای بعد بگم کی بود، اما یکیش جون غلام سیاه‌پوست آقامون و اربابمون حسین. ای محتاج یک نگاه کریمانه تو، قحطی زده به قطره واران دلش خوشحال سی من سبار از ما نگیر انشاءالله. در پشت در نشستن من بی دلیل نیست، سائل فقط به لطف کریم آن دلش خوشم. آقایان اینو عاجزانه بگم، اینو از بیچارگیم بگم آقا، این تن بمیره بیایم شب دیگه دست رد سینم نزن، با دست مهربان خودت لقمه ای بگیر، خیلی گدا به لقمه ای از نان دلش خوشه. کجاست اینجا؟ اینجا بساط شاه و گدا فرق میکند، اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است. با تو بذاری تو حسینیه دیگه، حساب کتابت با مادرش میشه. از خودم نمیگم، شنیدم داستاناش رو بزرگا تعریف کردن، دارم میگم دیگه. دوتا از جوانا بودن تو روزهای قدیم، کسی که منبر میرفت میگه من دم در وایستاده بودم، دو تا جوان اومد یکیش میکشید بیا بریم بابا اینجا جای من و تو نیست، یکیشون اصرار میگه حالا ما که کاری نداریم بیا بریم میشینیم، تموم شد غذامونو میخوریم میریم دیگه. میگه بالاخره غالب شد اومدن داخل،
میگه من منبرم و رفتم روزه و سینه زنی شروع شد. گفت وسط مجلس نشسته بودم، حواسم بود تای مجلس نشسته بودن، هی سینه زنا رو مسخره میکردن، هی بلند بلند میخندیدن. تو دلم افتاد برم یه چیز به اینا بگم، بلند شدم به یادم اومد که آقا اینجا هر کی میاد دعوت شده حضرت زهراست، به من چه آخه من. نشستم، میگه نشستم فردا صبح همین که وارد حسینیه شدم برای مجلس، اول مجلسی رسیدم کسی هم نیومده. میگه دیدم این دوتا جوان روبرو منبر نشستن، ای دارن زجه میزنن، ای دارن گریه میکنن. صاحب این منبر کیه؟ ما که نمیشناسیم، اما هر کی هست بگو ما رو ببخشه. امشبم اومدم بگم حسین حلالم کن. یه اومدم نزدیک زدم روشون، گفتم چه خبره جوون؟ گفتم ببین آقا، ما دوتا جوونیم که همه عمرمون از این مجالس دور بودیم، مسخره بازی بود برامون، تا اینکه دیشب اومدیم مجلس. حرمت هم نگه نداشتیم، اما وقتی برگشتیم خونه شب تو عالم خواب هر دوتامون یه خواب دیدیم. خواب دیدیم صحرای محشر، هر دوتامون هم کنار همیم، گرفتنمون با سرعت دارن میبرن سمت آتش. همچین که داشتیم التماس میکردیم، دیدیم یه خانوم قد کمانی اومد رو برومون. دست به اینا نزنی، اینا آزاد شده ی من زهرا. میگه دستا رو رها کردن. چه لیاقتی، معذر بی بی سوال کردیم خانم جان، ما که کاری برای شما نکردیم، این خریدنتون برای چی بود؟ صدا زد فلانیا، مگه یادتون رفته روزه پسرم تموم شد؟ از زیر زمینی همین که داشتیم میرفتیم بالا، جلو پای یکیتون یه لیوان آب اومد، گفتی بگیرم بذارم کنار مبادا کسی بیاد پاش بخوره به این لیوانا. شما تو مجلس حسینم زحمت کشیده، اونایی که زحمت مجلس ابی عبدالله رو میکشین همه باید به حالتون قبطه بخوریم. با چشم دل نگاه کنی مادرش داره سپاسگزاری میکنه، دستتون درد نکنه، برا مجلس حسینم کم نذاشتیم. ببخشید دیگه یه ذره طول کشید، آره به ما اگه وقت بدین یه ذره، به قول گفتنیا پرحرفی میشه، پرحرفی میکنیم. شب شیشم، شب قاسم ابن الحسن ابن الكریم، میگن این آقا کسی که آج آقا توضیح دادن چقدر ابی عبدالله علاقه داشت به فرزندای امام حسن. تاریخ اومده اگه
روی پای ابی عبدالله از فرزندان خودش بود، قطعا رو پای بعدی از فرزندان امام حسن مجتبی رو می نشون نوازش می کرد. اما چه خبره کربلا، نجمه در خیمه پریشان شدنت را چه کند؟ قربون این نالات برم. یک حرم چاک گریبان شدنت را چه کنم؟ آخی میخوام امشب آتیش بگیری. گفت دنبال تو عمه چقدر ماه شدی، حسرت مثل حسن جان شدنت را چه کند؟ تون جمعی که شب عاشورا همه اصحاب ابی عبدالله یک به یک بلند می شدن، قیام می کردن، اعلام آمادگی می کردن. یه وقتی نوجوان 13 ساله دید من که دارم جا میمونم، بلند شد عرضه داشت مظهر مولا، امو جان فردا منم هستم تو لیسیان. فرمود مرگو چجوری میبینی عزیز دلم؟ صدا زد اهلا من الاسر. یاد نخونم بگم چی شد. خانوم نجمه به قد و بالاش نگاه میکرد، قاسم جان کم کم نوبت تو پسرم، آماده شو کم کم بریم ایدو. اومد در خیمه ابی عبدالله، امو جان اگه اجازه بدی برم میدون. من که چیزی دیگه انشالله از علی اکبر کم ندارم، بذار برم میدون. نگاه کرد ناراحت شد ابی عبدالله، برگرد قاسم جان، اجازه نداد. ناراحت اومد کنار خیمه نشست، زانوی غم بغل گرفت. خانم نجمه رسید، چی شد عزیز مادر؟ فرمود هر کار میکنم اجازه نمیدم. یا صاحب زمان، فرمود قصه نخور پسرم، الان یه کار میکنم عموتم راضی میشه. الله اکبر. دیدن یه بغچه رو وا کرد. امشب شب شماست. یه نامه رو آورد بیرون، قاسم جان اینو ببر بده عموت، دیگه حرفی نداره راضی میشه. خوشحال نامه رو گرفت، اومد روبرو ابی عبدالله، عمو جان این برا شماست. همچین که نامه رو وا کرد، حضرت قاسم میفرمد، دیدن عموم نامه رو که دید منقلب شد، هی به چشماش میمالید، هی گریه میکرد، هی زمزمه میکرد، حسن جان کجایی داداش؟ ببین حسین تو غریب گیر آوردن. هر طور بود راضی کرد ابی عبدالله رو، خوشحال این بار برگشت. الله اکبر. به این چشما سرمه زدن، موها رو شونه کردن،
هرچی گشتن یه زره پیدا کنن، دیدن اندازش پیدا نمیشه. نقاب به چهرش زدن، همه داشتن براش به یکاد میخوندن، دیدن زره اندازش پیدا نمیشه. با کفن فرستادن قاسم و میدون، اما یادم نره بگم از اون خداحافظی پشت خیمه. دیدن قاسم و ابی عبدالله گردن اما بغل کردم، الله اکبر، چنان دارن گریه میکنن. روز خونا همه اینطوری خوندن، انقدر گریه کرد ابی عبدالله تا از حال رفت. اینو یادت باشه، آخر روزه کارت دارم. اگه اهل روزه باشی اینا رو با هم اتصال بدی شب درست شده. عمو عباس اومد قاسم و سوار بر اسب کنه، آخ بمیرم، هر کاری میکنه پاش بره کاب نمیرسه. راهی میدان شد قاسم، جنگ نمایانی کرد. قصهش طولانی، وقت کم بماند. تا صدای تکبیر شابی عبدالله میشنید خوشحال. زینب جان ببین، ببین چقدر مثل داداشم حسنه. میدونی عقیله بنی هاشم چی گفت؟ آخ دلت بسوزه عرض داشت یا عبدالله، قاسم زره نداره، علی اکبر زره تنش بود، همه دیدیم علی اکبر رو چطوری آوردی. حسین جان من دلم شور قاسم رو میزنه. خوشحال بود از رزم و تکبیرهای قاسم ابی عبدالله، اما زیاد طول نکشید، صدای تکبیر قطع شد. یه وقت صدا زدم او جان به دادم برس. بگم و برا فرش دعا کنی، ماشاءالله جانم به این نالا رسون نبی عبدالله والا سر قاسم خودشو. تا رسید میدونی با چی رو بروشو، دینا نجیب قاسم و با مواش بلند کرده. اینه که گفتم متصل کن مال اینجاستا، ببینم چی کاره ای. قاسم از رو زمین برداشت، سینه به سینه چسبونده. این آقا پاش به رکاب نمیرسید. تا حرکت کرد سمت خیمه، دید پای قاسم به زمین داره کشیده میشه. روز خونا میگن از دو حالت خارج نیست، دو تعبیر بیشتر نداره. یا ابی عبدالله از فرط غم و قصه انقدر خمیده شده بود که پای قاسم کشان کشان به روی زمین تا خیمه، یام که نه
سم از بابا قاسم این کارو کردم. یه جمله و عرضم تموم سینه بزنی، آورد قاسم و کنار علی اکبر، وسط هر دوتا جنبی عبدالله نشسته بود، یه نگاه به علی اکبر میکنه، یه نگاه به قاسم میکنه. عزیزانم زودتر دعا کنین منم به شما بپیوندم، دیگه طاقت نمیارم، به قصد فرج تا این صدا تا این نفست یاری میکنه. دست تو بیار بالا، بلند صدا بزن حسین.